تابع ایون، تابع ایون یک عدد رو از صفر دور میکنه و به عدد زوج بعدی تبدیل میکنه. به عنوان مثال ایون عدد 5 برابر با 6، ایون منفی 3 برابر با منفی 4. اگر عددی که معرفی میکنیم زوج باشه در تابع ایون هیچ اتفاقی نمیفته. به عنوان مثال ایون عدد 10 برابر با 10، ایون عدد منفی 20 برابر با منفی 20 میباشد. برای استفاده از تابع ایون میتونیم از دو روش استفاده کنیم: سربرگ فرمولا، گروه فانکشن لایبرری، بر روی ماس اند تریک اینجا کلیک میکنیم، ایون رو با استفاده از این نوار پیمایش میتونیم پیدا کنیم. تابع ایون آرگومان اون یک نامبره، کلید اسکیپ رو میفشاریم، در سلول D2 اینجا کلیک میکنیم، زبان فارسی، تابع ایون رو اینجا تایپ میکنیم، ایون، تابع ایون، کلید انتر رو میفشاریم و عرض این ستون دی رو با قرار دادن مکان نما در این قسمت و تبدیل اون به یک فلش دو سر راست و چپ تغییر میدیم. میایم در سلول D11 عملگر مساوی رو در حالتی که زبان انگلیسی قرار میدیم و تابع ایون رو تایپ میکنیم EVEN و یه براکت باز رو اینجا ایجاد میکنیم، بر روی 3.5 کلیک و کلید انتر رو میفشاریم. ببینید 3.5 رو تبدیل به 4 کرد. بر روی سلول D11 کلیک، کلیک راست، کپی، در این سلول ها انتخاب، کلیک راست و پیست میکنیم، کلید اسکیپ رو میفشاریم. تابع ایون عدد منفی 3.5 رو به 4 تبدیل کرد. ملاحظه کنید منفی 2.5 رو میاد به منفی 4 تبدیل میکنه، منفی 3.5 هم به منفی 4 میاد. گفتیم تابع ایون یک عدد رو از صفر دور میکنه و به عدد زوج بعدی تبدیل میکنه. اینجا دیگه نمیاد منفی 2.5 رو به منفی 2 تبدیل کنه، چون این از صفر داره دور میشه. منفی 3.5 هم به همین صورت. اینجا اگر برای منفی 1.5 یا منفی نیم دقت کنید، اومده این دو عدد رو به منفی 2 تبدیل کرده، از صفر داره دور میشه. نیم رو به 2 و 1.5 رو هم اینجا اومده به 2 تبدیل کرده. اعدادی مثل 2.5 و 3.5 رو تابع ایون اومده به عدد 4 تبدیل کرده، 2.5 رو نیومده به 2 تبدیل کنه. چرا؟ دارم تاکید میکنم تابع ایون یک عدد رو از صفر دور میکنه و به عدد زوج بعدی تبدیل میکنه.